مهران در مورد این نشست بگو و بحث هایی که قراره مطرح بشه در آن. خب اینجا در یک مرکز فرهنگی شهر برلین پایتخت آلمان برای چندمین بار تجمعات، اعتراضات و سمینارهایی در حمایت از خیزش انقلابی مردم ایران و مخصوصا زنان برگزار شده. اینجا یک گرد همایی به نام زنان و اقلیت‌های به حاشیه رانده شده در ایران این گرد همایی و اجلاس هست. خب کمیته عمل انقلابی زنان در واقع برگزار کننده این سمینار بوده، دعوت کرده از اقلیت‌های مختلف در ایران. به قول برگزار کنندگان، اقلیت‌هایی که به حاشیه رانده شدن مانند مثلا کسانی که ناشنوایی دارن، جامعه LGBTQ، از جامعه ترک ها، از جامعه کرد ها، بلوچ ها دعوت شده. تمام سخنرانان اینجا بانوان تشکیل میدن سخنرانان رو، از جامعه LGBTQ هستن و از جامعه افغانستان یک کنشگر سیاسی اینجا قراره موضوعاتی که همبستگی بین زنان ایران و افغانستان هست اینجا به بحث گذاشته بشه. خب این سمینار تا بعد از ظهر ادامه داره، قراره موضوعات مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار بگیره. به گفته یه برگزار کننده ها این نشست و این سمینار یا این اجلاس تفاوتی که با سمینارهای دیگه که حمایت میکنه از مردم ایران، تمام اقلیت هایی که به حاشیه رانده شدن و کمتر ازشون صحبت شده، درباره موضوعاتی از این اقلیت ها قراره با هم صحبت کنن. قراره این اولین نشست باشه، ماهای آینده قراره نشست های دیگه در کشورهای دیگه برگزار بشه. خب سخنرانان مختلفی که حدود 16 سخنران داره و از گفتم هر اقلیتی یک سخنران اینجا امروز سخنرانی میکنه. بعد از پنل ها و سخنرانی ها قراره موضوعاتی که بحث شده، حاضرینی که در سالن هستن از کنشگران و سخنرانان سوالهایی بپرسن و در واقع هدف اصلی حمایت از خیزش انقلابی مردم ایرانه و حمایت از زنان. دعوتتون میکنم قسمتهایی از این سمینار که در حال برگزاری رو با هم بیننده و شنونده باشیم. بله مهران، بسیار متشکرم از تو. در بخش های بعدی خبر یا در همین بخش اگر تونستیم به تو برمیگردیم، با هم میریم بخش های از این نشست رو میبینیم. ناشنوام ارتباط برقرار کنم با جامعه ناشنوا، چجوری ارتباط برقرار کنم وقتی تماس تصویری داریم؟ انقدر کیفیت تصویر بده که نمیتونیم بفهمیم چی میگن. شاید شنواها بتونن از طریق وایس یا تلفن استفاده بکنن، ارتباط بگیرن، ولی ما ناشنواها تنها راه ارتباطیمون تماس تصویری بود که بتونیم به طور مستقل حرف بزنیم. بیشتر شنواها از ناشنواها سوء استفاده میکنن، فکر میکنن که ناشنواها نمیدونن، نمیتونن و نمیتونن تصمیم بگیرن و در نهایت همه تصمیم‌ها رو برای ناشنواها خودشون میگیرن. میخوام مثال بزنم، مثلا یک ناشنوایی میخواد شفاعت بکنه توی دادگاه یا اداره پلیس و ولی اونها میگن که تو ناشنوا هستی، تو نمیتونی، برو با یه شنوا بیا، برو با یه خانم فردی از خانوادت بیا، مترجم بیار. اما یعنی چی؟ شاید من میخوام از همون فرد شنوا شکایت بکنم، اونو باید مترجم داشته باشن. خیلی از ناشنواها چون نتونستن درست دفاع کنن از خودشون یا دسترسی نبوده، اشتباه هم به زندان انداخته شدن. به طور کلی امکانات برای ناشنوایان تو ایران افتضاحه. همین که زندگی ناشنوایانی که جزء گروه LGBT هستن خیلی دردناکه. ناشنوا خیلی تحمل میکنن زندگی در ایران براشون، یعنی اینکه من آدم بی‌ارزشی هستم. به نظر من وقتی نگاه میکنم زندگی ناشنوا و شنوا رو، همه چیشون یکیه، فقط این که ناشنوا ها نمیشنون